به نام خدا سلام دوستان میخوام بریم سراغ دستور دیگه ای از گیت به نام دیف یا همون گیت دیف میشه که به معنی دیفرنس یا تفاوته کارش چیه؟ کارش اینه که وقتی که ما یه تغییر رو ایجاد میکنیم به ما میگه که کجا تغییر کرده کدوم خط اضافه شده کدوم خط حذف شده من میام سراغ پروژم و همون پروژه‌ای که اینجا با هم کار کردیم اینجا گیت رو باز میکنم گیت استیتوس رو میزنم خب این فایل ما بچه ها شده درسته و توی استیجینگ اریا هستش حالا اینکه چجور بازگردانیش میکنیم فعلا نمیریم سراغش توی بخش ریستور اینا کامل در خصوص اینا صحبت خواهیم کرد پس فعلا کاری به این موضوع نداریم من اینو کامیت می‌کنم git commit dash m remove script file درسته اینتر میزنم این کامیت انجام میشه وضعیت میگیرم ببینم وضعیت ریپوزیتوری گیت من چه میگه آقا کاملا عادیه چیز خاصی وجود نداره من میرم سراغ این قسمت و مثلا یه بخشی رو اضافه میکنم مثلا جیکوری رو اینجا میخوام استفاده بکنم اینجا میگم src jquery.min.js حالا فایلش رو نداریم فعلا مهم هم نیست که فایلش رو داشته باشیم اینجا هم میگیم که my git project اوکی؟ دو تا خط اونجا من تغییر دادم میام اینجا و گیت استیتوس رو میزنم اینجا فقط گیت به من میگه که مادیفاید یعنی فقط تغییر کرده اما برای اینکه ببینیم چه تغییری اینجا کرده باید دستور گیت دیف رو استفاده بکنیم دو تا اف هم داره من گیت دیف رو که بزنم اینجا یه همچین نتایج رو به من نشون میده پایین این بخشش فعلا کاری نداریم نمیخوایم که گیجتون بکنم همین ابتدای کار نمیان چان و اینا اصلا فعلا به کار ما اصلا نمیاد اینجا خیلی راحت گفته که این خط حذف شده و این خط اضافه شده در واقع توی این قسمت نمیاد بگه که این قسمت تغییر کرده نه از لحاظ این این خط کلا نیست این خط خط جدیدیه به نسبت خط قبلش یا فایل قبلش اینجا هم دقیقا میگه که این قسمت برای من اضافه شده پس چی شد ما یه حذف داریم و اینجا هم دو تا اضافه داریم دقیقا رنگ سبز یعنی خط اضافه و رنگ قرمزم یعنی خطی که اینجا هست شده حالا برم یک فایل دیگر هم اینجا تغییر بدم من میرم سراغ استایل و اینجا مثلا میگم باکس سایزینگ من بوردر باکس بشه خیلی خوب یک فایل CSS ساده است دوباره دستور گیت دیف یک لحظه من کنترل ال بزنم و اینجا کلیر بکنم یا میتونستم CLS هم بزنم اینتر خب گیت دیف رو میزنم و تغییرات رو میخوام ببینم ببینید اینجا اول کار فایل index.html نشون میده کار به اینا فعلا نداریم و دقیقا همون چیزی که تو دستور قبلی دیدیم این خط هست شده این دو خط اضافه شدن و اینجا میبینید دستور تمام نشده و دو نقطه داره این یعنی این که همچنان نتایج این ادامه داره و جا نشده میخوای ببینی بله اینتر میزنم کم کم به من نشون میده بله به اینجا رسیدم که داره میگه خط باکس سایزینگ border باکس برای من یک خط جدید و اضافه شده هر جا هم لازم داشتم که خارج بشم و برم سراغ مسیر اصلی خودم کافی کیو یا کویت رو بزنم و از اینجا دیگه خارج میشم من دوباره این رو میزنم اینجوری بخوام بزنم اینتر بزنم به یه نقطه میرسه که خودش میگه اند و من اینجا باید کیو بزنم که دوباره از اینجا خارج بشه پس با دستور گیت دیف تمامی فایل هایی که اینجا تغییر کرده رو هم اینجا به من نشون میده من میرم مثلا اینجا یه فایلی ایجاد میکنم به نام هدر یا اجازه بدید به نام مثلا about.html خب یک سند HTML رو هم اینجا ایجاد میکنم ببینم الان چی در اختیار من میذاره cls اینتر ببخشید cls توی کامند prompt یا CMD من اینجا کلیر باید بزنم که حذف بکنه و اینجا git status رو که بزنم یه فایل جدید داریم که untracked درسته هنوز راهگیری نمیشه گیت دیف رو که میزنم اینجا در واقع ایندکس دات من رو به من نشون میده فایل بعدی فایل CSS رو به من نشون میده و دیگه اون فایل جدید رو به من نشون نمیده این یعنی که اصلا براش مهم نیست هنوز راهگیری نمیشه پس گیت کار به اون هم نداره حتی کی کار داره وقتی که ما یک بار به استیجینگ اریا اضافهش بکنیم و ثبتش بکنیم و از اون به بعد دیگه درگیر میشه و تغییراتش رو برای ما ثبت میکنه بریم ثبتش بکنیم این رو هم git add اسم فایل رو دقیقا میزنم about.html اینتر اضافه شد حالا git commit commit-m add about page درسته پیامش هم زدم و اینتر دوباره git status میبینید که اینجا دیگه توی در واقع انترکت فایل نیست حالا میرم یه تغییرم روی این اعمال میکنم این تغییرم اینجا مثلا میگم که اچ یک اباوت است درباره ما این از این برم حالا اینجا دوباره گیت استیتوس بزنم میبینید هر سه تا تغییر کرده گیت دیف رو که بزنم گیت دیف رو که بزنم به این شکل هم اینو نشون میده اباوت رو داره نشون میده میره فایل بعدی که در واقع index.html هست درسته اینجا دارید میبینید کامل یا اینجا اینجا البته نه اینجا این اون نیست این ایندکس اون ایندکس HTML نیست بچه حواستون باشه دقیقا داره به من میگه هر جا من بخوام خارج بشم اینجا میتونم کیو رو بزنم اگر بخوام یک فایل رو ببینم کافیه بگم git div مثلا about.html دقیقا تغییرات همون رو فقط به من نشون میده حالا بریم بچه یک کار ترکیبی انجام بدیم یعنی یک کمیش در واقع اد شده توی staging areas یک کمیش نیست به عنوان مثال من فعلا برم about رو به staging area اضافه بکنم یعنی آمادهش بکنم برای کامیت git add about us حالا about داد درسته؟ الان چی شد؟ اینجا دیگه about ما تغییر کرده رفتی توی staging area حالا اگر من git diff رو اینجا بزنم چیا رو به من میده؟ ایندکسات رو به من میده؟ دات سی رو به من میده تغییراتش رو ولی خبری از فایل about.html که به staging area اضافه کردیم نیست پس ببینید دستور git diff در حالت عادی فقط تغییرات فایلی رو با ما میگه که modified شده ولی درون اون staging area اضافه نشده پس انتظار نداشته باشید git add رو زده باشیم تفاوت اون رو به شما به همین راحتی بگه خب من میخوام تفاوت اون رو ببینم چی کار بکنم آقا تو استیجینگ اریا رفته آماده است برای کامیت آیا اشتباه کردم دیدم چه و تری فروختم چیکار کنم الان خیلی راحت بچه ها ما کافی همون دستور گیت دیف را اجرا بکنیم من تا این دفعه بهش بگیم که ما اونایی که توی استیجینگ اریا هست رو لازم داریم دش دش استیج ده یعنی اونهایی که استیج شدن رو من اینجا لازم دارم حالا اینتر بزنم میره دقیقا اون فایل هایی که توی استیجینگ اریا هست رو تغییراتش رو به من میگه خب من در ادامه میتونم بگم که about.html میبینید دقیقا به من میگه یعنی اگر توی استیجینگ اریا ده تا فایل داشتید میتونید دقیقا به این شکل اشاره بکنید به اون فایل حالا اگر من اینجا اینو حذف بکنم دوباره استیجی در کار نباشه اما اسم فایل رو برده باشم میبینید هیچی به ما نمیده پس این نکته نکته مهمیه بچه‌ها این از این پس من این رو کامیت میکنم بره پی کارش تا بریم سراغ مدل بعدی خب ادیت uh, اباوت این از این حالا چی داریم دوباره گیت استیتوس دو تا فایل مودیفاید داریم فایل index.html خب توی index.html ما چی رو اضافه کردیم اجازه من اینجا کنترل ال بزنم ما اینجا اومدیم و توی فایل index.html این قسمت رو اضافه کردیم و این عنوان رو تغییر داریم اینها رو من گیت اد میزنم که به استیجینگ اریا بره گیت اد ایندکس خب گیت استیتوس رفت به استیجینگ اریا و اینجا استایل تنها بود حالا یه کاری میکنم میام با اینکه این فایل به استیجینگ اریا اضافه شده و آماده شده برای کامیت یه تغییر دیگه هم اینجا ایجاد میکنم این رو هم میذارم فا چی شد؟ یعنی یه بخشیش یه بخشی از تغییرات رفته توی استیجینگ اریا یه بخشی هنوز مودیفایده و نرفته توی استیجینگ اریا اینجا چه رفتاری رو به من نشون میده گیت استیتوس رو که بزنم میگه که این مودیفاید شده خب ایندکس یعنی یه بخش ایندکس ما رفته به استیجینگ اریا آماده است برای ثبت یه بخشی تغییر کرده هنوز به استیجینگ اریا نرفته کدای این با این فرق میکنه حالا اگر من گیت دیف رو بزنم میخوام ببینم که الان آیا تغییر بالایی رو میاره یا دو تا تغییر پایینی رو میاره یا همه رو میاره گیت دیف رو میزنم میبینید فقط و فقط اون تغییر رو میاره که هنوز توی استیجینگ اریا اضافه نشده میبینید خب الان تغییرات استیجینگ اریا من متفاوته بله متفاوته من کنترل ال میزنم اینجا میگم که استیجد چی شد فقط و فقط تغییراتی که ما به استیجینگ اریا اضافه کردیم رو میبینیم اون تغییری که اینجا انجام دادیم و لنگ ای ان رو به فا تغییر دادیم و اینجا نمیبینیم پس بچه اینها متفاوتن یه بخشی رو ما میتونیم به استیجینگ اریا اضافه بکنیم روی بخش دیگه کار بکنیم و هنوز اضافهش نکنیم کامیتی که انجام میدم فقط و فقط کدوم تغییرات رو میفرسته تغییراتی که توی استیجینگ اریا قرار داره یعنی با کامیت من این تغییر توی گیت ریپازیتوری ارسال نمیشه بچه این نکته مهمی که در خصوص گیت اد و اینا وجود داره یعنی اینجوری نیست که من اگر یک فایلی رو تغییر دادم و آمادش کردم برای ثبت دیگه نمیتونم به اون دست بزنم نه بچه هم. میتونید دست بزنید این تغییرات به عنوان از بین نمیره چون اینا توی استیجینگ اریا جا خوش کرده و اگر هزار تا تغییر دیگه هم انجام بدید ولی هنوز استیجینگ اریا اضافه نکنید با ثبت و کامیت فقط و فقط همین تغییرات میره و ذخیره میشه و برای تغییرات بعدی که هزار تا تغییر بود دوباره باید گیت اد رو بزنیم و دوباره کامیت بکنیم پس ببینید من گیت کامیتی که اینجا میزنم داش ام خب ادیت اسکریپت خب آ مثلا اینا رو تغییر دادم یا اینجوری بنویسم به بهتره میگم که add jQuery و edit تایتل. درسته؟ این کامیت رو برای اون رو انجام دارم دوباره گیت status رو که بزنم یه تغییر من اینجا دارم تغییر چیه؟ گیت دیف. درسته؟ اسم فایل رو میزنم index این الان تغییریه که من میتونم اضافهش بکنم index.html رو و حالا دوباره کامیتش بکنم git کامیت -m change lang این نکته مهمی بود که فکر میکنم بدونید بد نیست خب دوباره گیت استیتوس وضعیت اینجا وضعیت رو داریم میبینیم که استایل ما اونجا تنها است ولی معمولا بچا این مورد خیلی خیلی کم پیش میاد حالا چون توی سرفستا بود لازم شد که این چالش رو هم بگم چون بعضی ممکن سوال براشون پیش بیاد که تو این شرایط چه اتفاقی به وجود میاد این اتفاق به وجود میاد براش ولی خب خیلی خیلی کم پیش میاد شما معمولا اینجوریه که یه فایلی رو که تغییر بدید کامیت میکنید میفرستید تمام خب بچه ها، این مدلی که ما تغییرات به این شکل ببینیم یک کم بیحال و خسته کننده است توی ویدئوی بعدی میریم سراغ یک نرمافزار رابط کاربری یا در واقع کلاینت گیت برای اینکه یک ظاهر جذاب و زیبا از این داشته باشیم که کارمون راحت تر بشو، حداقل بتونیم راحتتر اون مفاهیمی که انجام میدیم رو با هم ببینیم.